آقای عزیزی سلام بر شما. بله سلام علیکم، خسته نباشین. سلام بر شما میشنویم سه. بله آقای عزیزی لطف کردین، تشکر از وقتتان. میشه در کوتاه اگر تشریح بکنین اهمیت ایجاد چنین شوراها در مقطعی زمانی برای افغانستان چی است؟ سلام خدمت شما و همکاران عزیزتان و تمام هموطنان عزیزم. در شرایط کنونی هر آن چیزی که غرض خدمت گذاری برای جامعه و مردم ما بوده باشه، ما ایره بسیار یک شگون نیک و یک کار خوبی میدانیم، در صورتی که مطابق با مو برنامه هایی که اونها برای ملت و برای مردم افغانستان وعده میکنن و به همان مرنامه ای که اونها تعهد دارن به ملت او را سابقانه وفا بکنن، دیگه ایره ما به شگون نیک میدانیم و ما از استقبال میکنیم، در صورتی که واقعا در اون مرنامه خود صادق باشن و پابند باشن و هدفشان خدمتگذاری برای مردم و برای جامعه و برای وطن ما باشه. آقای عزیزی تشکر. شما چهره هایی را در داخلی شورای تازه تشکیل یافته دیدین، کسایی هستند که در تاریخ افغانستان در موارد سیاسی در جنگ های گذشته آزمون های را سپری کردند. افغان ها تا چه حد پذیرای حداقل حتی نظر از چنین افراد بوده میتونن و هدف اساسی ایجاد چنین شوراها که متشکل از احزاب است که در گذشته با همدیگر حداقل روابط نیکوی نداشتن، هدف اساسی ایجاد این شوراها چی است؟ اعمال فشار بالای حکومت و یا هم جا طلبی های گروهی و فردی خودشان؟ خب به هر صورت فعلا ما شما منتظر بازی می باشیم که منتظر عمل کرده از اینا. اگر واقعا دیدیم که اونا از امو عمل کرده هایی که شما اشاره کردین و شما فرمودین قبلا اینا واقعا درس و عبرت گرفته باشن و واقعا یک آزمونی را سپری کرده باشن که در آینده اینا حاضر و آماده برازی باشن که واقعا از این پس کوشش کنن که برای وطن ما و برای ملت عزیز ما و همچنان بر هموطنان عزیز ما اینا خدمت صادقانه بکنن و نتایج عمل کرده از اینا را ببینیم، بعد از او باز ما شما میتونیم و هموطنان عزیز ما میتونن در این رابطه قضاوت بکنن. فعلا دیگه ما شما منتظر به عمل کردشان و منتظر برازی میباشیم که اینا چه کارهایی را انجام میتن و کدام کار از اینا مثمر و مثبت میباشه. باز در او وقت مطالعه ما شما قضاوت خواهد کردن. آقای عزیزی شما منتظر عملکرد آیندیشان می باشین. سوال من مربوط به عملکرد گذشته بود. میگن آزموده را آزمودن خطا است. نمیخوایم بحث در اینجا طولانی بسازیم، اما سوال دیگه ما شورای حراست و ثبات افغانستان هم چند پیش تشکیل شد. با وجود از اینکه بیشتر کسایی که در این شورایی که امروز تشکیل شده روابط تا یک حد با اعضای شورای گذشته هم داشته، شما ایجادی از شوراهای مشابه را در وضعیت کنونی افغانستان تا چه حد مؤثر میدانین؟ یعنی آیا افغانستان در موقعیت قرار داره، آیا ملت افغانستان در موقعیت قرار داره که بتانه اپوزیسیون در کل متقبل شود؟ به هر صورت تشکر از جناب شما. شما بسیار سوال بجا فرمودین و نیک فرمودین. طوری که پیشتر براتون عرض کردم باز هم ما شما منتظر می باشیم. آنچه که مهم است هموطنهای ما همه چیزی را می دانن و واقعا در 40 سالی که شرایط های مختلف در افغانستان و حاکم بوده و شرایط مختلف در افغانستان سپری شده، همه هموطنهای ما شما الحمدلله حالا دیگه بینششان و دانششان به حد کافی خوبتر شده عزیزی. خوب خراب خوبتر تشخیص کرده می تانن. بازم بله. بحث اساسی در اینجاست که شورای امروز اعضای شورا آقای گیلانی را شنیدین که میگه که ما برای روند گفتگوهای صلح طرح جامعی را پیشنهاد کرده میتونیم و وساطت هم این مسئله را کرده میتونیم، نظر به تجربه و رفت و آمدهایی که با طالبان ممکن داشته باشن. شما چه فکر میکنین؟ آیا امکان داره موجودیت این شورا و یا هم خود این شورا در تسهیل گفتگوها با طالبان کمک کننده باشه یا تنها گپ است و بس؟ در صورتی که اینها صادقانه گام بردارن و واقعا اینها مشکلات های امی ملت دردمند ماره
مشکلات مثلا وطن ما را، اگر اینا واقعا و با مؤاخری ایمان و وجدان و با صداقت پاک همه موضوعاتی را که به حساب منافع شخصیشان مربوط میشه اول زیر پا بگذارن و منافع ملی و منافع وطن در نظر بگیرن، ممکن که یک کار مثبتی را برای صلح و انجام داده بتانند. تشکر آقای عزیزی، تشکر از نظریات شما، با امید از اینکه روز شب خوش داشته باشین.